یک سازمان بین المللی از افزایش 3 برابری موارد ابتلا به حصبه در نیمه اول سال جاری نسبت به کل سال گذشته خبر داده است. سازمان پزشکان بدون مرز در گزارش اعلام کرد شمار بیماران مبتلا به حصبه که خدمات پزشکان بدون مرز را دریافت کردند در نیمه اول سال جاری در مقایسه با کل سال گذشته تقریبا 3 برابر شده است. رئیس هیئت اعزامی سازمان پزشکان بدون مرز در یمن گفته شمار موارد ابتلا 3 برابر شده و به حدود 4000 نفر رسیده که فشار را بر کادر پزشکی هم زیاد کرده است. بر اساس گزارش پزشکان بدون مرز، شکاف‌های اصلی در کمپین‌های واکسیناسیون، مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ و دسترسی محدود به امکانات اولیه مراقبت‌های بهداشتی در یمن نقش مهمی در گسترش این بیماری داشته است. گفتنی است حصبه تیفوئید یا تب تیفوئید یک بیماری عفونی است که در اثر عفونت یک نوع باکتری ایجاد می شود. این بیماری واگیردار بوده و از طریق آب و غذای آلوده به مدفوع شخص بیمار گسترش می یابد. علایم بیماری پس از 6 تا 30 روز از ابتلا بروز کرده و معمولا با تب بالا، یبوست، درد شکم، ضعف، تهوع خفیف، بی اشتهایی و سردرد همراه است. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 2007 تعداد افراد مبتلا به تب تیفوئید بین 16 تا 33 میلیون نفر می باشد. در سال 2013 حدود 161 هزار مرگ به علت حصبه گزارش شده است و اکثر این افراد نوزادان و کودکان و افراد مسن در جنوب و جنوب شرق آسیا هستند.